درسته. من میگم از نظر شاید آیا برای این نوار جدیدی که خب میدونم داری روش کار میکنی ولی تا بعد از کنسرت ها هنوز به بازار نخواهد اومد، آیا همین سبکی که داری رو ادامه میدی یا سبکت عوض میشه؟ کار خاصی قراره با این کار جدید رو انجام بدی؟ بله نه، یک مقدار ممکنه آرنجمان کار تغییر بکنه ولی سبک همونه، یعنی بیشتر توی کارهای مسافر و اون فضاها رفتم ولی مثلا اون بکراند زیرش رو نوع آرنجمانش تغییر کرده ولی نوع ملودی تقریبا همونه، نوع شعر تقریبا همونه، بخاطر اینکه مردم اون چیزها رو دوست دارن از من بشنوند. من سعی میکنم که تقریبا به قول معروف دیگه به قول بچه ها توی باقالی ها نزنم. زندگی خارج از کشور از زمانی که اومدی آیا رو کار به موسیقی تاثیر گذاشته؟ 100%. خب اینجا دیگه اینقدر وقت دارم که فکر کنم، تو ایران اونقدر فرصتی نبود که بخوای راجع به کارت فکر کنی، چون اصلا واقعا ما فقط میچرخیدیم، هیچ کار خاصی نمی کردیم، چون من برای اجازه کنسرت که نداشتم، اجازه رفتن تو استودیو هم که نداشتم، پس من تخصصم توی همین کاره، یعنی کار فقط موزیک بلدم بکنم، کار دیگه بلد نیستم بکنم و اگه قرار باشه این رو هم ازم بگیرن دیگه بعد فقط برم اونجا که دیگه مکنونالد اینا نیستش. حالا یه سوال دیگه دارم، این سوال بکنم بازم یه ذره چیزه، میرخصی؟ دوست داری رخصو؟ برای ورزش آره، برای ورزش؟ برای ورزش، دوست داری برخصی؟ من برای من عاشق رخصیدنم. بچه نمیرخصی؟ الان؟ من سوال بگرم ازت، آخرین سوالم هم خواهد بود، اونم اینه که نه یه سوالی دیگه می‌خواستم ازش بپرسم که چون خودش هم اشاره کرد گفت من علاقه دارم بیشتر به نواختن آلات موسیقی تا خوندن، می‌خواستم اینو ازت بپرسم که آیا چون من معمولا می‌رقصونم تا خودم برم بله شما بود بله شما با موزیکتون همه رو تو کلابا میرخصونی. شما جواب منو بده، شما چه جواب منو بده؟ شما چند ساله با هم ازدواج نکردین؟ خب نکردین با ازدواج نکردین. حالا شما چند ساله بود؟ چرا دلیل چی بوده؟ یعنی اشکالی بوده چرا خوشا شدی این ساله رحمینی عزیز؟ ولی همین سوال از شادان بپرسن چون این سوال هاشم شادان رو میدنم بلد چون شادان اشاره کرده من اشتر علاقه من هستم که بزنم تا اینکه بخونم به قول معروف، بخواستم ببینم در آینده نزدیک آیا آلبومی رو به بازار خواهی داد که فقط اینسترومنتال باشه یا نه؟ درسته بله، یه نقدر آهنگ های فولکلوریک و کلاسیک رو با هم مثلا قاطی کردم، یک رقص خاصی هم در کنارش میخوام بذارم که فکر میکنم اون آهنگ ها رو اگر بتونم اونجوری که دوست دارم آرنجمان کنم که به صورت رقصی تو کلابام بذارم و اون آهنگ شادی هستش، اونها رو اگر بتونم انجامش بدم تا تو این تایمی که به صورت این تور انجام میشه دارم جمع‌آوریش میکنم. درست فکر میکنم قشنگ میشه، دوست داشته باشین که گوش بخن میکنیم. تشکر میکنم از شما که به هر حال زحمت کشید، از آقای شبخیز، آقای اصلانی، آقای دروی، آقای دروی و بقیه دوستانی که اونجا هستن اسمشون رو دقیقا نمیدونم، مثل این که دوستان تورنتویمون اینجا میخوان یه موزیک ویدیو پخش بکنن از اتاق فرمانشون دیگه عزیزم خیلی ممنون در صد، ما بی سبانه خودمون منتظر هستیم که 26 شهریور ما صادق تا 16 سپتامبر در دبی ورلد ترید سنتر با هزاران هزار طرفدارانی که ما هم در کنارشون خواهیم بود برنامه بسیار زیبای تو رو در کنار معین عزیز و همگامی عزیز و سورپرایزهای دیگه در حساب ببینیم. خیلی ممنون، قربان شما برم و من هم بی سبانه منتظر هستم و لحظه شماری میکنم.
خب از اینجا دیگه خداحافظی میکنم از مردم عزیزم و ایشالله که اونجا تو دبی حتما از نزدیک بتونم ببینمتون و شب خوبی رو آرزو میکنم براتون داشته باشیم. خداحافظ. 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 خداحافظ.